Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baandaar khush amadid. Shafie yar, در چند برنامه اخیر خود خصوصا در برنامه های 814 و 819 درباره حضرت لوط علیه السلام چیزهایی گفت که شایسته مقام و منزلت یک پیامبر نیست. چون ولا هرگم که تا میزنی ولا با مقدسات ما توین میکنی. ما با مقدسات تو توین نمیکنم. این قرآن مقدسات است؟ امی است؟ اگر امی است دینه میگفته شده که سر لوط امتش تجاوز میکرد پیغمبر سر پیغمبر و او خب غیرت بود که میگفت بیا دخترای ما بگی حالا مرا چرا غرض میگیرین. ای در قرآنه یعنی ایره هیچ کدام جرات نکد که بیاید سر جواب بده که بگه شفیه یار غلط کردی. شفیه یار میگه که هیچ کس جرات نکرد که جواب بده. در اینجا ما همی جرات میکنم و جواب همه شبهات و غلطیات مستند و مستدل میتم نظر به آیات قرآن. شفیه یار چندین موضوع را درباره حضرت لوط علیه السلام یاد میکنه و بیاییم که ببینیم که شفیه یار درباره حضرت لوط علیه السلام چی گلی را باو بیتن. موضوع اول شفیه یار میگه که قوم حضرت لوط علیه السلام آمده بودن که بر حضرت لوط علیه السلام تجاوز جنسی کنند نه بر مهمانان او. موضوع دوم شفیه یار میگه که حضرت لوط علیه السلام همیشه مورد تجاوز جنسی امت خود قرار میگرفت و یا به عباره دیگر حضرت لوط علیه السلام همیشه ریب میشد. موضوع سوم شفیه یار میگه که حضرت لوط علیه السلام یک پیغمبر مفعول بود. موضوع چهارم شفیه یار میگه که قوم حضرت لوط علیه السلام او را پیغمبر میگفتند. موضوع پنجم شفیه یار میگه که حضرت لوط علیه السلام یک پیغمبر بی غیرت بود. دوستان محترم بیاین که هر یکی موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار بدیم، البته از دیدگاه قرآن که روشن شود که آیا شفیه یار واقعا راست میگه و یا دروغ. موضوع اول شفیه یار میگه که بعضی ها میگه که قوم حضرت لوط علیه السلام آمده بودن که سر دو مهمان تجاوز جنسی کنند، مگر نه، آنها آمده بودن که خود حضرت لوط علیه السلام را مورد تجاوز جنسی قرار بدن. در اینجا کسایی که داخل قوس میگیرن میخواین و تو بفهمانن که اصلا وا سر مهمان ها میخواستن تجاوز کنن، اما نه، ما آمدن مسئله لوط پیغمبر را گفتم ای قنفر ها بیا در تو سر لوط پیغمبر گپ زدی، لوط پیغمبر خودش سر خودش تجاوز نمیشد، سر مهمان هاش تجاوز میشد، بیا یا نه. چرا این میره سوال کنین چرا یک نفر جرات نمیکنه که بیا یک بگویه که لوط مورد تجاوز اومد قرار نمیگیره بلکه لوط اینه تو بودن، تو چرا نمیکنن؟ حالا ما پیغمبر را میکشم که امت خودش سرش تجاوز میکرد و هم از روی قرآن. دیجا باز یک تیاد چی میگه؟ نه، او آمده بودن سر عزید تا میمانایی کار کنن، نه، سعی کنین. شفیه یار سوره هود را میخونه و میگه که من از قرآن نشان دادم که حضرت لوط علیه السلام مورد تجاوز جنسی قرار میگرفت و نه مهمون هایش. بیایید ببینیم که قرآن دی باره چی میگه. ما در اینجا ترجمه فارسی و انگلیسی آیه 37 سوره قمر را میخونم که موضوع کاملا روشن شود و هم به ثبوت برسانم نظر به نص قرآن که قوم لوط تمایلشان به مهمان ها بود و نه به حضرت لوط علیه السلام. آیه 37 سوره قمر و براستی آنها از لوط خواستند که مهمانانش را در اختیارشان بگذارد، پس ما دیدگانشان را کور کردیم و گفتیم پس عذاب مرا و هوشدار های مرا بچشید. یوسف علی در انگلیسی: And they even sought to snatch away his guests from him, but we blinded their eyes, and they heard, Now taste my wrath and my warning. در آیه 37 سوره قمر شما با وضاحت میبینین که قوم حضرت لوط علیه السلام از او خواستن که میمانایش در اختیار او را بگذارن و شفیه یار برخلاف قرآن ادعا میکنه که قوم حضرت لوط علیه السلام مهمان ها را نمی خواستن بلکه خود حضرت لوط علیه السلام را می خواستن. دیجا باز یک تیاد چی میگه؟ نه، او آمده بودن سر عزید تا مهمان هایی کار کنن، نه، سعی کنین. مگر شما
میبینین که شفیع ایار تنها سوره هود را خوانده و او آیات را هم غلط تحلیل میکنن و به قرآن که کلام الله سبحانه و تعالی است دروغ میبینن. قرآن پاک کلمه و کلمه میفهم و باور کنین که ایره ما با کمال مسئولیت نگم و ما قرآن پاک حداقل 120-130 بار دقیق خوانده و تو نه که خط خوانی. ما بخصوص هم یک 30-40 بار اولش تو صحیح خوانده ایم که اگر ما بگویم بسیار کم نفر در دنیا خوانده درست است. مگر شفیع ایار که خود عالم متبهر اسلام میخونده را ای آیه مبارک را نخوانده و یا قصدا این کار میکنه؟ شفیع ایار چطور امکان داره که خودت قرآن را 130 بار خونده باشی و ای آیت مبارکه 37 سوره قمر را متوجه نشده باشی؟ و یا ایست که عمدن در چشم مردم خاک میندازی و با بی‌شرمی نهایت زیاد کوشش میکنی که پیامبران خدا را توهین و تحقیر کنی؟ دوستان گرامی، آیا شما گپای شفیع ایار را قبول میکنین که میگه قوم حضرت لوط علیه السلام آمده بودن که حضرت لوط علیه السلام را غیب کنه و نه مهمانان او را و یا آیت 37 سوره قمر را؟ موضوع دوم، شفیع ایار میگه که حضرت لوط علیه السلام همیشه مورد تجاوز جنسی امت خود قرار میگرفت. تجاوز جنسی به معنای انجام رابطه جنسی با فرد بدون رضایت است و در انگلیسی این عمل شنی را ریپ میگویند. هیچ کس را ندیده بود که لوط توسط امت خود تجاوز جنسی میشد. پیغمبر امت تجاوز جنسی به پیغمبر میکرد. حالا ما آمدیم که سر پیغمبر تجاوز جنسی میشد، امت تجاوز میکرد. ای چی رقم پیغمبری؟ حالا خود در قرآن هست. حالا یکیتان خمبر چین بیاین امور بگوین نه همی غلط هست. اگر امت سر پیغمبر تجاوز جنسی میکرد و گفتم که لوط طرفدارایش یا امتش می آمدن به زور کتش عمل جنسی میکردن، سرش تجاوز میکردن. اما در قرآن ما آمده که لوط پیغمبر مورد تجاوز جنسی کسایی میشد که را پیغمبر میگفتن. در این کلپ ها شفیع ایار اقدام پیشتر میره و تهمت بسیار ننگین و بیشرمانه را بالای یکی از پیامبرهای الله سبحانه و تعالی میبنده و میگه که حضرت لوط علیه السلام همیشه توسط قومش غیب میشد و یا مورد تجاوز جنسی قرار میگرفت. بیننده محترم، در این جای قرآن ایتی اگف پوچ به مانا شرماور و توهین‌آمیز نیامده. این همش از تراوشات مغز پوچ و مزخرف شفیع ایار است، بلکه در قرآن برعکس آمده که خداوند متعال حضرت لوط علیه السلام و فامیلش را از این اعمال زشت نجات داده. سوره شعرا آیه 160، قوم لوط پیامبران خدا را تکذیب کردند. 161، هنگامی که برادرشان لوط با آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ 162، بیگمان من برای شما پیامبر امین هستم. 163، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. 164، و من بر رساندن این دعوت هیچ مزد از شما نمی طلبم. مزد من تنها در نزد پروردگار جهانیان است. 165، آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان می روید و همسرانی که خدا برای شما فریده است رها می کنید، بلکه شما قوم متجاوز هستید؟ 167، گفتن ای لوط اگر دست بر نداری یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. 168، لوط گفت من دشمن سخت عمل شما هستم. 169، پروردگارا من و خانواده‌ام را از آنچی انجام می دهند نجات بده. 170، پس او و خانواده‌اش را همگی نجات داریم. در این آیات مبارکه می بینیم که حضرت لوط علیه السلام قوم خود را برای راست دعوت می کنند و قومش می گه که اگر از ما درس بر نداری تو را از اینجا اخراج می کنیم. قومش نمیگه که اگر از ما درس بر نداری تو را ریپ میکنیم و یا مورد تجاوز جنسی قرار میدیم. و جالبتر از همه ایست که حضرت لوط علیه السلام در آیه 169 سوره شعرا دعا میکنه و از الله سبحانه و تعالی استدعا میکنه که ما و فامیلم را از اعمال اینها نجات بده و خداوند متعال دعایش را در
آیه 170 سوره شعرا قبول میکنه، پس او و خانوادهش را همگی نجات داده. بیننده محترم میبینین که شفیع عیار با تمام تمترقی و خودصفتی انوز هم به معنای اصلی آیات نمیفهمه و یا قصد میخواهد که افغانها را به بیراهه بکشه و شستشوی مغزی کنه. شفیع عیار تنها چند آیات را از سوره هود درباره حضرت لوط علیه السلام خوانده و همان آیات را هم به صورت احسن تحلیل نمی کنه و دروغ میگه. دوستان گرامی، آیا شما نوز هم گپای شفیع عیار را قبول میکنین که میگه که حضرت لوط علیه السلام توسط قومش ریب میشد و یا مورد تجاوز جنسی قرار میگرفت و یا آیات مبارکه سوره شعرا را قبول دارید؟ و خصوصا آیه 170، پس او و خانوادهش را همگی نجات دادیم. موضوع سوم، من معذرت میخوام که کلمات زشت و رکیک را در اینجا استفاده میکنم، مگر متاسفانه که شفیع عیار همین معیار را برای خود گذاشته و ما هم به همون معیار همراهش صحبت میکنیم تا بفهمند. او چیزی که ما فکر میکردیم او تو پیغمبر انتخاب نمیکرد، هر کس خوش آمده پیغمبر میساخت. مفعول هستی خیر تام پیغمبر باش، این لوط هم او هسته. اینه میره دمی 1400 سال چند نفر برتان گفته که لوط مفعول بوده؟ این میره کی گفته؟ ما برتان گفتیم ولاغ در کتاب بخونی اگه اینه میره پیدا کنی. شفیع عیار در این کلب با توهین به نهایت زیاد و بیشرمی حضرت لوط علیه السلام را عیاذ بالله متهم به مفعول بودن میکنن. مفعول یعنی بیادبی معاف کنی، یعنی شفیع عیار میگه که حضرت لوط علیه السلام عیاذ بالله کنی بود. کلمات زشت چون مفعول و یا کنی کلمات نیستن که شایسته پیامبران خداوند و یا هر انسان باشه. خداوند متعال حضرت لوط علیه السلام را در قرآن با کلمه مفعول و یا کنی یاد نکرده، بلکه برخلاف او را همین یکی از صالحین و کسی که صاحب حکمت و علم است یاد کرده. سوره شعرا آیت 161-162، هنگامی که برادرشان لوط با آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ بیگمان من برای شما پیامبر امین هستم. سوره انبیا آیت 74-75، و لوط را حکمت و دانش داریم و او را از شهری که مردمانش اعمال زشت و پلید انجام می دادن نجات داریم. بیشک آنها مردم فاسقی بودند و او را در رحمت خود داخل کردیم، بیگمان او از صالحان بود. نظر به استدلال مزخرف شفیع عیار، او میگه که چون حضرت لوط علیه السلام مورد تجاوز جنسی قوم خود قرار گرفته بود، پس حضرت لوط علیه السلام عیاذ بالله مفعول بود. شفیع عیار ریپ یا تجاوز جنسی و مفعول و یا کنی بودن را مترادف هم قرار میدن. بیاین فرض کنیم که شفیع عیار حقیقت را میگه و واقعا حضرت لوط علیه السلام مورد تجاوز جنسی قوم خود قرار گرفته بود. آیا حضرت لوط علیه السلام عیاذ بالله کنی بود؟ در افغانستان آقای اشجی مورد تجاوز جنسی دوستم قرار گرفت. دوستم یکی از انسانهای پست و به شخصیتی که آقای شفیع عیار او را به او مارشالی را تبریک گفته و الگویش هم است. دوستم آقای اشجی را مورد تجاوز جنسی قرار داد. آیا ما آقای اشجی را مفعول و یکونی خطاب کرده می توانیم؟ به هیچ وجه نه. شفیع عیار مفعول و یکونی کسی است که برای 3 افغانی یا 5 افغانی یا 10 افغانی تنفروشی می کنه. موضوع چهارم، شفیع عیار میگه که مردم قریه کسایی که حضرت لوط علیه السلام را پیغمبر میگه دویده دویده آمدن طرف خانه حضرت لوط علیه السلام. خلاصه لوط توسط صحابه خود، توسط امت خود مورد لواطت قرار میگیره، به زور تجاوز جنسی. خدای توبه از این پیغمبری، خدای توبه از این امت. شفیع عیار ای عالم متبهر اسلام تا به حال معنای صحابه را نمیفهمم. در این زمان دید که امو مردم قریه کسایی که را پیغمبر میگه کلش دویده دویده آمدن طرف خانه لوط. در اینجا ای قوم من لوط میگه، لوط بر از این نفرهایی که آمد در خانهش خیشهایش امو کسایی که را پیغمبر میگفته، ای لوط بر از وا میگه. بازی استدلال شفیع عیار که میگه که مردم قریه و یا خیشاوندهش که حضرت لوط علیه السلام را پیغمبر میگه با نصوص قرآن سر نمیخوره.
خلاصه لوط توسط صحابه خود توسط امت خود مورد لواطت قرار میگیره و زور تجاوز جنسی. نظر به قرآن، کسایی که پیش خانی حضرت لوط علیه السلام آمده بودن آنها به رسالت و پیامبری حضرت لوط علیه السلام باور و ایمان نداشتند. آنها نه امت حضرت لوط علیه السلام بودن و نه هم صحابه. قوم حضرت لوط علیه السلام مردم گمراه، بد، فاسق و تجاوزگر بودند. سوره اعراف آیه 80. و به یاد آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت: آیا کار بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچ یک از جهانیان انجام نداده است؟ 81. همانا شما به جای زنان با مردان شهوت می رانید. راستی که شما قوم تجاوزکار هستید. و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اینها را از شهر و دیارتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. بیننده محترم، شما می بینین که گپ شفیع عیار باز هم با قرآن سر نمی خوره و باز هم خلاف قرآن استدلال می کنند. آیات گفته می شه که قوم حضرت لوط علیه السلام گفتند: اینها را از شهر و دیارتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکیزگی می طلبند. و در هیچ جای قرآن نیامده که حضرت لوط علیه السلام را قومش پیامبر خود بخونند. و این هم آیات دیگر سوره زاریات، سوره آیات 31. ابراهیم گفت: پس ای فرستادگان خدا، کار و ماموریت شما چیست؟ فرشتگان گفتند: بیگمان ما به سوی قوم مجرم فرستاده شده ایم تا سنگهای از گل بر سر آنها فرود آوریم. پس کسانی از مؤمنان را بیرون آوردیم و جز یک خانه از مسلمانان در آن شهر نیافتیم. در این آیات خداوند متعال می فرماید که در تمام شهر به جز یک خانه از مسلمانان دیگر نیافتیم. مگر شفیع عیار در چندین کلیپ قوم حضرت لوط علیه السلام را اصحاب و امت خطاب می کنه و از کلام الله سبحانه و تعالی دروغ و یا به قرآن دروغ می بونه که قوم حضرت لوط علیه السلام او را پیامبر خطاب می کردن. دوستان گرامی، آیا شما گپ شفیع عیار را قبول می کنین که میگه قوم و خیشه‌های حضرت لوط علیه السلام او را پیغمبر می گفتن و یا آیات مبارکه که ذکر شد؟ در موضوع پنجم شفیع عیار میگه که حضرت لوط علیه السلام یک پیغمبر بی غیرت بود. در برنامه دوم خواهم پرداخت و بحث خواهد کرد. تا برنامه آینده، خداوند رحمان و رحیم یار و مددگارتان.